سلام وقتتون بخیر فرمان عزیزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب Basic Grammar in برای دیدن آموزش همه ای قسمت این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و همه آموزش ای های این کتاب رو به صورت رایگان تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید تو این درس میخوایم درباره کلمه تو صحبت کنیم. معنی تو یعنی بیش از حد یا خیلی یا بیشتر از مقدار کافی. ببینید ما وقتی که از تو استفاده میکنیم یعنی میخوایم بگیم که اون چیز بیشتر از مقدار کافی هست. مثلا فرض کن بخوام می میگم که این پیراهن بیش از حد بزرگه یا خیلی بزرگه. نیام از کلمه تو استفاده میکنم. یا مثلا فرض کن بگم یک چیزی بیش از حد گرونه یا بیش از حد کوچیکه. در چنین مواقعی میام از کلمه تو استفاده میکنم حالا این تو کجاها میاد تو میتونه قبل از صفت بیاد میتونه قبل از قید بیاد میتونه قبل از منی بیاد و میتونه قبل از ماچ هم بیاد فقط وقتی که قبل از منی و ماچ میاد بعد از منی باید یه اسم قابل شمارش جمع بیاد بعد از ماچ باید یه اسم غیر قابل شمارش بیاد به عبارتی میتونیم به این صورت هم بگیم بگیم که تو میتونه قبل صفت بیاد قبل قید هم بیاد قبل اسم هم بیاد فقط اگه اسم ما قابل شمارش باشه باید قبل از اون اسم قابل شمارش منی بیاد اگه اسم ما غیر قابل شمارش باشه باید قبل از اسم غیر قابل شمارش ماچ بیاد حالا بریم و مثال هاشو ببینیم این عکس رو در نظر بگیرید این کفشا براش خیلی بزرگه این کفشا بیش از حد بزرگه میخوایم بگیم کفش خیلی بزرگه بیش از حد بزرگه میگیم his shoes are too big. یعنی کفشهاش بیش از حد بزرگه خیلی بزرگه اینجا بگ صفت هست تو اومده قبل از صفت پس تو میتونه قبل از صفت بیاد میخوام بگم قهوه خیلی شیرینه بیش از حد شیرینه میگم the coffee is too sweet سویت صفت تو اومده قبل از صفت This question is too difficult این سوال بیش از حد سخته خیلی سخته Difficult یه صفت هست تو اومده قبلش حالا یه نکته دیگه وقتی که تو قبل از صفت میاد ما اون تو رو قید در نظر میگیریم حالا تو میتونه قبل از قید هم بیاد نگاه کنید he drives too quickly او بیش از حد سریع رانندگی میکنه quickly قید هست تو اومده قبلش some people speak too slowly بعضی از افراد بیش از حد آهسته صحبت میکنن خیلی آهسته صحبت میکنن slowly قید هست تو اومده قبلش you work too hard بیش از حد کار میکنی، خیلی کار میکنی اینجا هارد قید هست، تو آمده قبلش وقتایی هم که تو قبل از قید میاد خودمون تو رو قید در نظر میگیریم الان اینجا تو قیده، کویکلی هم قیده تو قیده، سلولی هم قیده تو قید هست، هارت هم قیده حالا این تو میتونه قبل از سامی قابل شمارش هم بیاد فقط باید قبل از اون اسم قابل شمارش یه منی بیاد He bought too many apples او سیب های خیلی زیادی خرید نگاه کنید اینجا تو اومده قبل از اسم قابل شمارش جمع اپلز اسم قابل شمارش جمع هست قبل از اون اسم قابل شمارش جمع هم منی اومده مثال دیگه There are too many cars on the road ماشین های خیلی زیادی در جاده هستن تو اومده قبل از اسم قابل شمارش جمع یادتون نره وقتی که یه اسمی رو میاری بعد از تو اگه اون اسم قابل شمارش باشه باید قبل از اون اسم قابل شمارش منی بیاری و اگه غیر قابل شمارش باشه باید ماچ بیاری Too many people were in the museum افراد خیلی زیادی در موزه بودند اینجا تو many و بعدش هم پیپل یه اسم قابل شمارش حالا بعد از تو میتونیم اسم غیر قابل شمارش هم بیاریم مطابق قبل از اسم غیر قابل شمارش حتما ماچ رو بیاریم نگاه کنید he bought too much milk for breakfast او شیر خیلی زیادی واسه صبحانه خرید یعنی بیشتر از مقدار کافی شیر خرید واسه صبحانه اینجا milk یه اسم غیر قابل شمارش هست قبلش much اومده و قبلش هم تو اومده there is too much salt in the soup نمک خیلی زیادی در سوپ هست یعنی بیش از مقدار لازم در سوپ نمک هست اینجا سالتی یه اسم غیر قابل شمارشه he spent too much money او پول خیلی زیادی خرج کرد مانی اسم غیر قابل شمارشه حالا به این سوال نکته بعدی ببینید ما گفتیم که بعد از تو میتونه صفت اسم و یا قید بیاد این نقطه که بعد از تو گذاشتم یعنی تو این نقطه میتونه صفت اسم و یا قید بیاد البته قبل از اسم باید منی و یا ماش بیاد حالا بعد از تو میتونه فور به علاوه اسم یا زمیر بیاد دقت داشته باشید The question is too difficult for them. سوال بیش از حد برای اونا سخته. سوال برای اینا خیلی سخته. اینجا بعد از تو صفت اومده، بعد از صفت هم فور اومده و بعد از زمیر مفعولی اومده. His shoes are too small for him. کفشهاش خیلی واسه اون کوچیکه. بیش از حد واسه اون کوچیکه. بعد از تو صفت اومده، بعدش فور اومده، بعدش هم زمیر اومده. هم زمیر مفعولی هست. This dress is too big for me now. این لباس خیلی واسه مینا بزرگه یا بیش از حد واسه مینا بزرگه بعد از تو صفت اومده و بعد از صفت هم فور اومده و بعدش هم یک اسم اومده حالا بعد از تو میتونه مستر با تو هم بیاد آقا پس اون سه تا نقطه که گذاشتی چیه اون سه تا نقطه همون صفت قید و یا اسمی بود که توی اسلاید قبلی توضیح دادم نگاه کنید اینجا The fridge is too heavy to lift میگه یخچال واسه بالا بردن بیش از حد سنگینه خیلی سنگینه اینجا بعد از توی صفت, صفت اومده بعد از صفت هم از با تو اومده The coffee is too hot to drink قهوه بیش از حد گرم یا داغه برای نوشیدن اینجا بعد از تو صفت اومده بعدش مستر با تو مثال بعدی He is too young to drive a car او بیش از حد جوونه که یه ماشین برونه یعنی خیلی سنش کمه واسه روندن یه ماشین بعد از تو صفت اومده بعدش هم مستر با تو حالا بین این تو و مستر با تو میتونه فور به علاوه اسم و زمیرم بیاد که به این صورت میشه مثالش رو ببینید The fridge is too heavy for us to lift میگه یه بیش از حد سنگینه برای ما برای بالا بردنش اینجا بعد از تو صفت اومده heavy صفته بعدش فور اومده بعدش زمیر مفعولی اومده و بعدش مستر با تو اومده ببینید بین مصدر با تو و تو فور به علاوه زمیر اومده. The coffee is too hot for me to drink. قهوه بیش از حد برای من داغه که بخورمش. اینجا بعد از تو صفت اومده. بعدش فور به علاوه یک زمیر اومده. و بعدش مصدر با تو اومده. یعنی بین مصدر با تو و تو فور به علاوه زمیر اومده. The question is too difficult for the students to answer. سوال بیش از حد واسه دانش آموزا سخته که جواب بدن. اینجا بعد از تو دیفیکالت صفت اومده، بعدش فور برای اسم اومده و در آخر هم مصدر با تو اومده. حالا تو قسمت دی کتاب اومده تو و نات ایناف رو با هم دیگه مقایسه کرده. ببینید میخوام بگم این کلاه واسه اون خیلی بزرگه میگم the head is too big for him اینجا تو اومده قبل از صفت حالا اینجا میخوام بگم کلاه واسه اون خیلی کوچیکه The hat is too small for her. حالا میتونم این جمله رو به این صورت هم بگم. The hat is not big enough for her. میگه کلاه به اندازه کافی برای او بزرگ نیست. این not big enough در واقع همون too small هست. مساوی هستن با هم. حالا بریم و مثال های کتاب رو بخونیم. Can you turn the radio down? میتونی صدای رادیو رو کم کنی. It's too loud. خیلی بلنده. اینجا تو اومده قبل سفت. و وقتی هم که تو قبل از صفت میاد اون تو قید هست I can't work نمیتونم کار کنم I am too tired خیلی خستم بیش از حد خستم Tired صفته تو اومده قبل از صفت I don't like the weather here آب هوا اینجا رو دوست ندارم There is too much rain باران خیلی زیادی وجود داره بعد از تو اسم اومده قبل از اسم هم ماش اومده رین اسم غیر قابل شمارش قبلش ماش اومده Let's go to another restaurant میگه بیا بریم یه رستوران دیگه there are too many people here. افراد خیلی زیادی اینجا هستن. بعد از تو اسم اومده پیپلی اسم قابل شمارشه قبل از اسم غیر قابل شمارش هم اومده. Emily studies all the time. میگه امیلی همیشه درس میخونه. I think she studies too much. من فکر میونم که خیلی زیاد درس میخونه. بیش از حد درس میخونه. اینجا much قید هست. تو هم اومده قبل از قید تو وقتی که قبل از قید میاد خود اون تو رو هم قید در نظر میگیریم I'm too tired to go out من بیش از خستم که بیرون برم اینجا بعد از تو صفت اومده و بعد از صفت هم از با تو اومده تو گو از سر با توه It's too cold to sit outside خیلی سرده که بیرون بشینیم بعد از تو صفت اومده کل صفته و بعدش هم مسئله با تو تو ست مسئله با توه The house is too small for a large family. خونه خیلی واسه یه خانواده بزرگ کوچیکه. بعد از تو صفت اومده. She speaks too fast for me to understand. صحبت کردن او برای من خیلی سریعه که بفهمم. بعد از تو قید اومده. اینجا فس قیده و بعدش فور بلای یک زمیر و در آخر هم مستر با اومده. خب اینم از مطالب درس 90 امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. بارزوی موفقیت برای همه شما یادگیرندگان عزیز